درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه. با برنامه دیگر در خدمتتون هستیم و مسئله‌ای رو که بسیار الان جنجالی شده و مردم همه دربارش حرف می‌زنند و حرف‌های مثبت و منفی گفته میشه درباره اون مسئله جنجالی، مسئله مصاحبه بانو گوگوش یا فائقه آتشین با یکی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای به نام من و تو که هما سرشار حدود 2 ساعت با او مصاحبه کرد و در این مصاحبه حرف و حدیث‌های بسیاری رو به همراه داشت. عده‌ای موافق بودند که حرف‌های گوگوش درست است، عده‌ای زیادی می‌گفتند حرف‌های گوگوش بر علیه پسرش بوده، بر علیه شوهرش بوده و منصفانه نبوده است. حالا من در این باره صحبت میکنم و موشکافی میکنم که این صحبت‌هایی که گوگوش انجام داد چگونه بوده و آیا درست کارش رو انجام داده یا نه. محمود قربانی شوهر اول گوگوش هم عصبانی بود و صحبتهایی رو در فضای مجازی منتشر کرد. به هر حال این روزها مصاحبه جنجالی گوگوش با اون تلویزیون بسیار بسیار صحبت دربارش میشه و برای همه مسئله شد که چرا گوگوش اینجور بی محابا صحبت کرد. هر کسی به گونه ای صحبت میکنه، هر کسی از حرفهای گوگوش یک برداشت کرده، عده‌ای منصفانه برخورد کردند، عده‌ای نه. اما به نظر من مصاحبه گوگوش منصفانه و حرمت شکنی قلمداد میشه. شاید برخی بگویند حرفهای گوگوش در مورد فرزندش ناعادلانه بود و کامبیز قربانی که ثمره ازدواج اول وی با محمود قربانی بود رو به گونه ای ناجوان مردانه کوبید. یعنی گوگوش فرزند خودش رو مقصر دانست و اینکه گوش به حرفهای او نداده و او رو اذیت نموده است. اینها رو در مصاحبه هم گفت و این برخورد یک انسان هنرمند، کسی که در کار هنر و ادب هست، با فرزند خودش برخورد درستی نیست. اون هم در یک مصاحبه سراسری در تلویزیون که همه دارند اون رو گوش میکنند و میبینند. کاری سنجیده نبود و شخصیت کامبیز جگرگوشش رو به گونه ای خدشدار نمود و حتی محبت ها و باز نمودن راه ترقی و پیشرفت رو که گوگوش تونست در جهت درست و صحیح و رسیدن به اوج خوانندگی و حتی هنرپیشگی که مدیون شوهر اولش محمود قربانی بوده است، در این باره هیچ نگفت و حتی یک کلمه از اون شخص که راه اول رو درست در جلوی پای او گذاشته و با سرمایه گذاری برای وی و در اختیار گذاشتن کاباره معروف خودش رو در جهت پیشرفت او و تبلیغات فراوان اصلا بانو گوگوش این رو در نظر نگرفت و صحبتی نکرد و مثل یک آدم قدر ناشناس برخورد نمود و همین امر باعث شد که محمود قربانی عصبی و ناراحت در ویدیوی این قدر ناشناسی مادر بچهش یعنی بانو گوگوش یا فائقه آتشین رو به زبان آورد و حتی توهین و حرکتی زننده بر علیه او انجام نداد و گفت او گول خورده و افراد دیگری باعث شدند که او این حرفها رو بزنه. بسیار دلشکسته بود و دلخور از همسر اولش که چرا آبروی بچم رو بردی و چرا به کامبیز اینقدر ظلم کردی. در اصل حرفش این بود که چرا اسم بچه منو در تلویزیون آوردی و در مصاحبه سراسری بدون در نظر گرفتن سابقه کاری فرزندت و حتی شوهری که تو رو از آب و گل بیرون آورد و هزینه های بسیاری در جهت معروف شدن و مطرح شدن زیاد عمر و
ثروتش رو خرج کرد. اما حتی اگر شوهر شما بد هم بود و شوهرت هم نبود، یک فرد عادی بود که به عنوان معلم اول در راهیابی به صحنه‌های حرفه‌ای موسیقی، راهیابی به رادیو و تلویزیون و سینما، باید قدر شناس می بودی. ولی اگر تا حالا سکوت کردی، باز هم سکوت می کردی و اون ابهت خودت رو همچنان حفظ می نمودی. اما متاسفانه این مصاحبه از محبوبیت گوگوش کاست و او رو انسانی قدر ناشناس نشان داد. گرچه گوگوش از 5 سالگی یا به گفته خودش از 3 سالگی شروع نموده و معلم اولش پدرش صابر آتشین بوده است، بر کسی پوشیده نیست. بله درسته، راه و روش کار روی صحنه رفتن، بازیگری، آکروبات، بسیار کارهایی که کردی، خوانندگی، بازی در تئاتر، در همان کافه ها و مکان های لاله‌زار یا شبه لاله‌زار یا مراسم عروسی و جشن ها ادامه پیدا می کرد و در حد یک خواننده ساده و معمولی شکوفا می شدی. و شاید بتوان گفت یک هنرمند درجه 3 مطرح می شدی و نه نقش های اول رو در سینما بر عهده می گرفتی و نه جهانی میتونستی خوانندگی حرفه‌ای داشته باشی. این رسم روزگار، کسان دیگری هم بودند، استعدادشون زیاد بوده، بسیار کار میتونستن انجام بدند، اما راه براشون کسی باز نکرد. پس قدرشناسی رو در مصاحبه‌ای که انجام دادی به جای نیاوردی، کوشش ها و تلاش ها و هزینه ها و سرمایه گذاری محمود قربانی رو اصلا هیچ انگاشتی و انگار تمام این راه ها و این موفقیت و این کارها رو خودت تنهایی انجام دادی، در حالی که این طور نیست. بازم دیر نشده، قدرشناسی در انسان ها بسیار مهمه. در یک مصاحبه دیگر از دل فرزندت و حتی محمود قربانی، گرچه الان همسر گوگوش نیست، اما به عنوان کسی که در شکوفا شدن استعداد و هنر نهفته او نقش اساسی داشته است، قدردانی کرده و همه تلاش های اون رو ارج بگذارید. و حق هم همین است و مردم و طرفداران هم خوشحال خواهند شد که گوگوش همچون گذشته اسطوره و قهرمان آنهاست، نه به عنوان یک شوهر، به عنوان یک کسی که راه رو برای یک هنرمند خوب که با استعداد بوده اما تونسته با راه گشایی، با سرمایه گذاری، با تلاش، از او یک هنرمندی که الان در سطح بالا قرار داره درست کنه. یک نظر بود که به بانو فائقه آتشین و یا گوگوش داده میشه که بهتر است کمی در این باره فکر کنی، به اینکه در گذشته به سالهایی که 60 سال قبل، 70 سال قبل برگردی و کلاه خودت رو قاضی کنی و فکر کنم این عمل چیزی از هنر یک هنرمند بزرگ کم نمی کنه. با سپاس از بینندگان عزیز که به این برنامه توجه کردید، دوارم دوست داشته باشید و اگر تمایل داشتید اون رو شیر کنید تا دیگران هم این دست نوشته رو گوش بدهند. بدرود.